دانشگاه آزاد اساساً فلسفه تشکیلش در اوایل دهه 60 برمیگرده به پاسخ دادن به یه نیاز اجتماعی که میرفت که بحران رو بسازه، و اون این بود که جوانها کار نداشتند، به فکر پایان جنگ هم بود دولت وقت، و مایل بود که به یکی از خواسته های جوانا که رفتن به دانشگاه هست هم پاسخ بده، چون این فشار اجتماعی هم وجود داشت. به این ترتیب تشکیل دانشگاه آزاد فرصتی ایجاد کرد تا 4-5 سال خواسته جوانان رو و ورودشون رو به بازار کار و فشارشون رو برای کاریابی دست کم 4-5 سال به تعویق بیاندازه. دانشگاه آزاد ابتدا برای ثروت اندوزی تشکیل نشد، گرچه آن زمان هاشمی رفسنجانی که از شخصیت های بسیار قدرتمند زمانی خودش بود میدونست که منابع مالی فراوانی بالقوه در جامعه وجود داره که این باید جذبشون بکنه به سمت دانشگاه آزاد، و نه تنها برای اداره امور بلکه برای انباشت هم با این سرمایه ها و با این امکانات کار بکنه. دانشگاه آزاد به سرعت رشد کرد و همزمان با اون منابع مالیش که عمدتاً از طریق تملک اراضی، تملک زمین‌های متفاوت در جاهای گوناگون در شهرهای مختلف، در همین تهران، در منطقه حصارک اراضی بسیار زیادی به تملک دانشگاه آزاد درآمد. شکایت ها مطرح شد، پرونده ها تشکیل شد، ولی دستگاه دولتی و دستگاه قضایی پشت قضیه بود تا زمانی که بحران در نظام مدیریتی دامن خود هاشمی رفسنجانی رو هم گرفت. الان دانشگاه آزاد 100,000 کادر آموزشی داره، بقیه مراکز آموزش عالی 200,000 دارند. الان دانشگاه آزاد 1,700,000 دانشجو داره، ولی سایر مراکز آموزش عالی هم 3,250,000 نفر. حالا آمارهای دیگری هم وجود داره که میتونیم بگیم رشد دانشگاه آزاد از نظر کمی بسیار سریع بوده، ولی از نظر کیفی، یعنی تربیت متخصص و پاسخ دادن به نیاز واقعی اقتصاد، یعنی متخصصین متفاوت که بتوانن گره از امور بگشاین، بتوانن به صورت کارآمد کار بکنن، نه چنین چیزی نبود.